Press the bell icon so that you don't miss any updates from Workspace. بهانه نیست ولی حالا که فیلم‌ها رو پشت سر هم می‌بینیم به نظرم میاد که همه‌شون از یه مقوله سخن میگن و میگم من این همون باور که نمیدونم هفت مالکی کرد فیلمسازی در زندگیش یه فیلم بیشتر نمی‌سازه و اون رو در واقع تقطیعش می‌کنه در زمان‌های مختلف در یه تایم سینمایی میده به تماشاچیش به این دلیل من میگم برای اینکه جواب این سوال بدیم باید کل فیلم‌ها رو نگاه کنیم اما چیزی که میتونم بگم من دوست دارم تعریفش سخته من میگم تو فیلم میشدید و چیزی که دوست ندارم رو میتونم راحت‌تر بگم اون چیزی که دوست ندارم البته میشه در فیلم دید اون چیزی که در فیلم من نیست پس معلومه که دوستش ندارم اما در مجموع قصه سرایی رو در فیلم دوست ندارم هیجان آوردن به هیجان بردن به تماشاچی رو توی فیلم دوست ندارم نصیحت کردنش رو دوست ندارم تحقیر کردنش رو دوست ندارم احساس گناه کردن بهش دادن رو دوست ندارم این چیزایی است که تو سینما دوست ندارم. من فکر می‌کنم یه فیلم خوبی است، فیلم خوب فیلمی که باید با دوام باشه و باید درست وقتی که از سینما میای بیرون از اون موقع شروع کنه به ساخته شدن. خیلی از فیلم‌ها هست به نظر من که فیلم‌های کسالت‌باری هستند علی ظاهر وقتی داریم می‌بینی. ولی فیلم‌های خیلی بدی نیستن. فیلم‌هایی هستن که تر صندلی می‌شینی و جمع نمیتونی بخوری و همه عالم و آدم رو فراموش میکنی و اونچنان تحت تاثیر قرار میده وقتی میای بیرون میفهمی کلا سرت گذاشته در واقع به گروگان گرفتت من فیلمایی که فیلم سازا تماشاچیشون رو گروگان میگیرن و احساساتیشون میکنن مطلقا دوست ندارم و عکس حتی یه فیلمی که تماشاچیش رو تو سالن سینما میخوابونه گاهی ترجیح میدم فکر کنم اون فیلم‌های مهربونی هن لااقل که بهت فرصت میده که چرتی هم بزنی اما آزارت نمیده وقتی میای بیرون من فیلمایی بودی که میام واقعا توی سینما یه چرت زدم ولی شب خواب اثرم پرونده و بعد فردا صبح باش فکرش بیدار شدم و هفته ها و هفته ها باهاش زندگی کردم من این نوع فیلم ها رو بیشتر دوست دارم که تو آدم ها همش نابهنجارن و یه شکلی همه از خط خارج میشن از بچه مسافر گرفته تا آقای فیروزکوهی یا فیلم گزارش یا حسین سبزیان در فیلم کلوزاب یا خود حسین در فیلم آخری و تمام آدم ها هر کدومشون حسین فیلم تجربه همه اینا بچه های لباس برای عروسی بعد فکرم که بدون اینکه بخوام آره من سراغ آدم های ویژه میرم چون به نظرم میاد که یا آدم های یعنی ما پرداختمون از آدمیزاد ما که نمیتونیم همه آدم ها رو جلو دوربینمون ببریم ما باید یاد دنبال آدم‌های ویژه بگردیم یا دنبال آدم‌های معمولی در شرایط ویژه این ویژگی در واقع چه کار داره می‌کنه با ما این ویژگی یادآوری می‌کنه به ما که ما از نوع همون‌ها هستیم و به همین دلیل فیلم رو یک نفر بازی می‌کنه یک نفر می‌سازه ولی با هزاران نفر ارتباط برقرار می‌کنه یعنی در واقع همه اینها با هم سازنده با بازیگر هم بازیگر با تماشاگر یک فصل مشترک دارن و این فصل مشترک نشون میده که اگر این ناهنجاره پس تمامی اونایی که دارن فیلمو نگاه میکنن ناهنجاره چون اونا از کجا میدونن اگر ناهنجاری در درون خودشون نبود اساسا پی نمیبردن به ناهنجاری دیگران انقدر این مبحث گسترده ای که واقعا من نمیدونم از کجا شروع کنم و چجوری بگم و حتی به یک دلیل که من چجوری خود این دوتا رو تجربه کردم توی کارم و توی زندگیم از وقتی که کشف کردم کدوم بخش من واقعیت منه و کدوم بخش رویای منه و چرا من این بازی از رویا به واقعیت رو از واقعیت به رویا رو اینقدر تو زندگی معمولیم نه به عنوان یه فیلمساز دارم و بیشتر از اونجایی که کشف کردم که این اصلا مربوط به یک کارگردان نیست مربوط به یک روشنفکر نیست مربوط به تمام طبقات و این تنها حس رویا کردن مهمترین چیزی است که بین تمام خلق الله تقسیم شده به نسبت نه به نسبت به اندازه حالا بعضی ما میتونیم راجع به رویاهامون حرف بزنیم بقیه نمیتونن حرف بزنن و میتونن رویا بکنن یعنی رویا کردن در واقع یکی از بارزترین و خصوصیاتی است که یکی از پدیده‌های شگرفی است که به نظر من اما به انسان عطا شده به یه شکلی ما میگم ما راجع به بقیه خصوصیاتمون مثل حس بینایی، چشایی، شنوایی و بقیه
مطلعیم و گاهی هم شاکریم بابت اینا. اما راجع به اینکه میتونیم تخیل بکنیم هیچ وقت فکر نکردیم که چه امکانات عظیمی در اختیار ماست بابت رویا کردن. و اصلا فانکشن این رویا چی، از کجا آمده، چرا ما میتونیم رویا کنیم و چرا باید رویا کنیم؟ اگر این عمل کردی در زندگی ما نداره، اساسش بر چیه؟ چرا؟ از کجا آمده؟ خب ریشهش رو در این دیدم که خب ما چه مواقعی بهش پناه میبریم؟ مواقعی که از شرایطمون احساس نارضایتی میکنیم. و چه سیستم غریبی هم هست که هیچ سیستم دیکتاتوری دو جهان بزرگترینش نمیتونه کنترل کنه. یعنی هیچ سیستم تفتیش عقاید نمیتونه کنترل بکنه رویا کردن تو رو. تو رو میتونه جسمان در یک زندان، در یک سلول حبس بکنن، اما تو این توانایی داری که مثلا در دوران محکومیتت که چندین ساله عمدتا خارج از اونجا به سر ببری بدون که کسی بتونه تو رو کنترل کنه. در واقع با شکل رویا کردن تو از دیوارهای صعب العبور میگذری بدون که اثری به جا بذاری و برمیگردی. حالا باز برگشتن به نظر من، خب ما میگیم وقتی میریم بیرون چرا برمیگردیم؟ در واقع این اون اعتبار واقعیته که تو باید برگردی به واقعیت برای اینکه ببینی واقعیت چیه. در واقع از طریق رویا کردن این شانس رو داری که تحمل بکنی بعضی از سختی‌های زندگی که غیر قابل تغییرن. یعنی میری بیرون رویا می‌کنی، تر و تازه‌تر برمیگردی. مثل میگم فضای اتاقی که وقتی خفه و بسته است، پنجره رو باز می‌کنی و رو به بیرون و اجازه میدی که هوا داخل اتاق بشه و یا خودت نفس می‌کشی. رویا یه پنجره است به نظر من به زندگی ما.